نه بابا خیالی نیست. چه غمه؟ مگه لنگی چقدی؟ بابا دوازده عملیم که خیالی نیست. صبح بیا از من بگی. جورش میکنیم بابا، به ما میگن ای بی بامرا. صبح بیا اینجا، من دوازده عملیم بهت میدم. قربانه. خداحافظ. شما یعنی 12 میلیون تومان میخوای به دوستت قرض بدی؟ آره بابا، بیچاره میخواد یه ماشین بخره، 12 میلیون کم داره، زنگ زده به ما. آره منم میخوام اتفاقا ماشین بخرم. راستی ارده، این زانتیاتو تو چند خریدی؟ چی غلطه، میخوای زانتیات بخری؟ بله، مگه من چه مشاد با؟ بابا به نظر منم پولاتونو بی خودی خرج نکنی، سهمتونو که از جا بری گرفتین یه چیز درست حسابی بخریم. یه چیز درست حسابی بخریم؟ ما درصدمونو که از جابری بگیریم هر چیزی که بخوایم میتونیم بخریم. فکر کردیم مثلا درصد ما با درصد شما یکیه؟ بله بله، ما حساب کردیم که این معامله با اون سودی که دادی گفت اگه صورت بگیره نفری 200 میلیون تومان گیره بونه. چه جالب، راست میگه شاد. تو رو نمیگه آی کیو، منو بامشاد این سهممونه نه شما. فکر کردی جابری سهم من نده به زور میگیرن؟ آره آره. عدد یاد باشی این حرفی که این زر رو به دری بگی. حالا اگه این معامله سر نگرفت چی؟ یعنی چی سر نگیره؟ خب یعنی سر... فکر کردی جابری یه معامله به این بزرگی رو به این راحتی از دست میده؟ اصلا تو چی فکر کردی؟ فکر کردی دری اینقدر بیوزه و دست با چلفتیه؟ من همچی حرفی نزدم. شاید سلام آقای دری. سلام. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ نه این چی همینجور؟ شما چیزی نمیخواید به ما بگین؟ چرا میخوام بگم؟ معامله به هم خورد. بله؟ مالتون گرفته شد نه؟ بله. شوخی کردم، معامله سر گرفت، جنسا تو گمرکا. بسه بسه دیگه، اینقدر بی جمعوازی در نیاریم، به کارتون برسیم. بعدی جون شیرینی نمیدی؟ چرا، برو یک شیرینی بگی بردار بیار. برو تو چینی پوچه آشناسو برو بگی بیار. برو یکی بره، سریع بره. برو برو بسه سگ میترسن از من. ببینم حالا چرا انقدر شما قیافه گرفتین؟ هنوز که پول دستتون رو نگرفته. تو چه میفهمی این چیزا رو بابا؟ ببینم سایه، تو زندگی تا حالا 200 میلیون تومان پول دیدی؟ 200 میلیون تومان؟ ایشون اگه کل زندگی و هرچی داره رو بفروشه از روزی که به دنیا اومده تا به امروز کلن میشه 25,000 تومان. بی مزا، واقعا که خیلی بی جنبه اید، خیلی بی جنبه اید شما. بله، اصلا جنبه نداره. برو با هم لولای خودت صحبت کن، قربونش برم. آره آه بی کلاس. سلام علیکم. سلام آقای دادی. خیلی خوش آمدین دادی جان. خیلی خوش آمدین. همه چی روی برای سگکای کمربند رسیده، تو گمرو خوابیده الان. بچه ها رفتن که ترخیصشون کنن. آقای دادی تبریک هست بکنم. تبریک هست ما از فردا این لحظه بزرگه بر من چویل بسته. از فردا ما تبدیل به بزرگترین کارتل سگک کمربند در ایرانی. اجازه میدین یک کوچولو بخونه؟ خواهش میکنم. وفاداری وفاداری وفادارم وفاداری همین بود. خیلی خوبه. بله کالا کارامونو انجام بدیم دیگه. کاراتونو انجام بدیم. دیدی موندن با این همه پول با چی کار بکنیم با این همه پول؟ آقا جمالی روزنامه امروز. بله
آخه آقای علی شاید دم کشیده؟ من میگم یه انعامی به ساعد بدیم بلکه بتونه یه بارونی بخره اینو عوضش کن. آره حداقل فرصت میکنه اون یکی رو بشوره. ببخشید آقای ددی طوری شده؟ جابری بدبخت شد، جابری به خاک سیاه نشست. چرا آقای ددی؟ بیچاره شدم. بخون خودتون بخونید ببینید که من چی شدم. بیچاره شدم، بدبخت شدم. اینجا نوشته بر طبق قانون جدید گمرک به دلیل حمایت از تولید کنندگان داخلی واردات سگک کمربند از صبح امروز ممنوع اعلام شد. واش حالا چیکار کنیم؟ حالا چی میشه؟ باید سرمونه بذارم زمین ببینی. بدبخت و بیچاره شدم. دشمن دانا برده ای بالا. جان یعنی حالا هیچ کارش نمیشه کرد؟ چرا؟ تا دیر نشده پاشید بری سر خونه زندگیتون. و چکایی که من دادم اگه تمام برجا و املاک خودم هم بفروشم بازم بده کار هستم. من در همین جا اعلام ورشکستگی میکنم. من چولبا دیگه تعطیل شدم. بفرمایی بره خونه هاتون. دشمن دانا یعنی ما بیکار شدیم. دادی جان یعنی هیچ کارش نمیشه کرد؟ دان خاک بر سرم کردی. آی خدا 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 سلیمان کجا؟ جان نمیشه حالا ما بمونی؟ گم شد دشمن دانا برده ای بالا. ای آره دان خاک بر سرم کردی. آی آی خدا 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 پیل من کجا گم شده خیلی بدا. من از حالا چرا اینقدر گریه میکنی؟ موشی جا یعنی چی نمید گریه کنم؟ الان با بدبخت شدی بیچاره شدی. خیلی خوب حالا این گریه نکن اینجور. بالاخره من نمردم که میگردم یه کاری پیدا میکنم. نمیدن جایی دیگه که اردن. اینو واقعا راست میگه مرگ. بام شاد میخندی؟ توی این وضعیت میخندی؟ تو واقعا آدم بی قید بی بند بی کلاس بی پرستیج و بی مسئولیت هستی بام شاد. من مسئولی نداشتم ایاد واقعا. سلام علیکم. سلام. چه خبره؟ چرا اینجا رو مجلس اعضا درست کردی بابا؟ مگه چی شده؟ ددی الهی موجوده برات بمیره که شمپن شدی. این حرفا یعنی چی؟ شمپن شدی؟ تو مثل این که هنوز جابری رو نشناختی. جابری هیچ وقت شمپت نمیشه. شمپن؟ شمپت. شمپت یعنی چی؟ اردن شمپت یعنی این که در جابر آباد انسانی که ورشکسته میشه میگن شمپت شده. مرگ؟ سخوندر بام شد. حالا که چیزی نشده بابا جان چیه؟ چرا گریه میکنین؟ ما دوباره از اول شروع میکنین. مگه یادتون رفته که زندگی ما اون روز اول در جابر آباد چجوری بوده؟ نه نه ددی حالا بذار بعدا یه فرصت یه موقعیت دیگه راجبش حرف میزنی. چرا یک موقعیت دیگه؟ بذار اینا هم بدونن که چه شکلی بوده. آقا جان جریان اینجوری بوده که او زمان در جابر آباد اینجوری بود که یک روزی بابا بیا نان بخورشت. مگه نمیبینی که اینجا نشستم دارم فکر میکنم؟ خب ببرو صدا تا چرا داد میزنی؟ چقدر میتخی؟ من کجا میتخم؟ به علاف بخوریم یه تکن نون بگیریم بخوریم بچه ببرو ببرو صدا تو رو تا نرو بلند نشدم خفتون نکردم. ببرو یه نو سک و گربه من نمیخوام جوی خودت خیکی لز خود خیکی بوا نمیله تون خدا برمه یه نونی بخوریم نمیله این خیکی منو بخوریم. او غلط کرده با تو و همه کارا رو میکنی که شوهرگیرتون نمیاد. ای خدا به چه کار کنه از دست این دوتا آخر؟ واو هیچی مگویا من چیز که زیاد برش خواستگار.
ها جون خودت راست میگی. 11 ساله بیدین شما که من دنبال شوهر بر شما گشتم. کو یک ابله پیدا نمیشه که شما رو بگیره من از دست شما دوتا نجات پیدا کنم. بیو جون خو ایما مشمونه بیو تو بیمه. خب ایشکی همه تقصیر ده و شیش که نمیاد منو بگیره. چی تقصیر منه؟ تو رو میبینن در میبنن در این خونه. خب من چیز که داشتم خواستگار وایستاد اینا سب کشته ردی. این خواستگار داشت بیو این در میبنه این مشکل به دماغ نره. این زبان ای بچه ما آخرش نفهمیدیم که چی بده اینا ببر. به به چیه ای هست؟ پس پولش پول هم میخوایی چکار کنی؟ خلم تروش پولش پول میخوایی مگه؟ بل چی نمشتم؟ دلیل بود نداره. بیا اینم پولش. دلیل نداره. پولش هده گرم سیب زمینی هم اگه نمیبینی سیب زمینی هم سیب زمینی میخوام چکار؟ پول ما بده. پول من کدا گاری بیدم؟ من پول از کجا آوردم؟ خواه اینم برو بفروش پولش که اینم پول ما میخوام. پول میگم من پول ندارم. اگه روزنامه تا میخوایی جرأت داری برو از اونا بگیر. روزنامه پس بدید. برو اگه جرأت سوزاوار حقت بود. حقش بخو بیشید. بیو اینجا نبشته که چی؟ سیب زمینی که راه شده کجا بده نگاه کنه؟ اینجا هیجانم هی به به بالاخره با آرزوی خیشان من رسیدم. سیب زمینی بعد از 10 سال گرون شد. ما پولدار میشیم. بالاخره من میتونم بر خودم از همون کچلوارای خارجی که رب دوشان میگن بگیرم بر خودم از اونم. پاشو برو پاشو پیش بسوی پولدار شدن پاشو. بابا جو بینیم بینیش به ای پولدار شویی برم یه یونیت دندون پزشکی مسونی. یونیت دندون پزشکی دیگه چی هستا؟ خب نه بچگیم آرزین بیا به ما جونم دادی برم یه یونیت دندون. ببین دادی دادی دیگه چه سخته مرگی هستا؟ دادی به انگلیش میشد باو بوا دادی دادی ببین به حالا که برای من جو یونیت میخری یک دونه پراید رفتیم شهر برای من بخواهی من پشتش بزنم دونت رئیس ویدمی می اوکی اوکی پشت بزنیم پشت بزنیم پشت بزنیم پشت بزنیم زهر مار گفتم زهر مار. بله اینجوری بود که من در اونجا شروع کردم سیب زمینی کاشتن و فروختن سیب زمینی ها و هر روز بیشتر از روز قبل پیشرفت کردم و سرمایه گذاری کردم. اگر این قضیه رو برای من تعریف نکرده بودی کوفته. آقای بامشاد خان البته اونجوری هم که دردی تعریف کرده نبوده. دقیقا همینجوری بوده. الان هم دوباره این همون قدیمه دوباره برمیگردم جابر آباد از اول شروع میکنم. یک تک زمینی هم میخریم سیب زمینی میکاریم شما رو هم با خودم میبریم. معذرت میخوام دادی جان فرمودین ما کجا میبرین ما رو؟ جابر آباد دیگه بابا. یک تک زمینی میخرم همونجا کشاورزی میکنیم سیب زمینی شما همونجا روی زمین وای میسین کار میکنیم دوباره تمام ورشکستگیامون همینجوری جبران میکنیم در عرض. وای واقعا دادی هم چقدر رومانتیک. ما دوباره برمیگردیم جابر آباد. اردن تو اینجوری سیب زمینی ها رو میکاری تو زمین کار میکنی چه بامزه. آره من خیلی جالبیم. بله منم خیلی دوست دارم برم جابر آباد منطقه یاد اینجا کار دارم. کار دارین با هم شد خان. حالا که اینطوره دادی هر موقع که شما امر بفرمایید ما 30 ثانیه بعدش را افتادیم. بابا جان شما که خود شما دیدین من توی زندگیم هر کار کردم به خاطر شما دوتا دختر بودم. دادیم شما اگر تا اون سر دنیا هم که برید ما با شما میاییم. دادی جان یه لحظه ببخشید من بام شده کجا رفتن این دوتا بابا؟ چه میدونم دادی ولشون کن. چرا گریه میکنی ماشی؟ دوباره میریم به جابر آباد. من این سری جا با هم شد تو رو از سقف آویزون میکنم. چی میگه این؟ چه میگه؟
حالا چی؟ آقا جان این دیوانه شده میگه پاشیم بریم جابرآباد رو زمین کار کنیم. همون حالا واقعا باید چیکار کنم؟ بریم اردو من اصلا حوصله ندارم پاشم برم جابرآباد زندگی شروع کنم. آقا جان من ما اصلا برای چی باید به حرف این گوش کنیم؟ الان تا مجبورمون نکرده این کارو بکنیم بعد یه فکری بکنیم. آره خب منطقه یه چیزی هستش میدونی ما چرا باید اصلا از جا بری بترسیم؟ تا رو به این فکر کردی؟ خب چرا بترسیم؟ خب میترسیم دیگه برای اینکه رئیسمون بوده. سب کن مینا وایسه این میره تو سایه من اینجا وایسا. آها خب سب کن مینا چرا این میترسیم؟ اگه سب کن سوال کردی یه بار اینو مهمار سفر. این یه زمانی رئیس ما بوده، پولدارم بوده، ما ازش میترسیدیم، حساب بردیم. حالا که دیگه ورشکست شده، رئیسمونم نیست، ما باید برای چی از این بترسیم؟ آره راست میگی، اصلا دلیلی نداره ازش بترسیم. میریم سرش داد میزنیم، اصلا ولی اگه عصبانی شد چیه، عدل؟ اگه عصبانی شد، خب ما هم عصبانی میشیم، ما هم عصبانی میشیم، جوابشو میدیم. آره راست میگیم، من هم جوابش میگیم. محکم قشنگ بریم تو بریم. ددی شما عین همیشه میتونی و بدون که مدزده و منیزه پشتتونن. بله باریکلا بابا، باریکلا وجود شما به من قوت قلب میدم. با کمک شماها و این دوتا داماد شاخ شمشاد من هیچ کار نشد نداره. ما میتونیم ثابت کنیم که هیچ جابرآبادی هیچ وقت شمپت نمیشه. من نمیخواد. پس چی میگی تو راه؟ پس پاشو گمشو بیرون، خودم میگم پاشو. شما اگه ممکنه این مطلب رو خودت ثابت کن لطفاً، چون ما که جابرآبادی نیستیم که، اصلا به ما چه؟ یعنی چی؟ منظور چیه؟ بله یعنی اینکه شما میتونید تشریف ببرید سیب زمینی بکارید اونجا، ما نیستیم. اردل وقتی دادی به موها باید بری سیب زمینی بکاری، یعنی باید بری سیب زمینیانه بکاری. آره دادی فرمودن. ببخشید دادی یه ذره بیشتر از بلیتشون دارن حرف میزنن. ای نمک نشناس او زمانی که جفتتون بیکار بودین هیچ پولی در بساطتون نبود، نون خشک میخوردین، من زیر پر و بال شما رو گرفتم بردم بهتون کار دادم توی منچور باب. اینا جواب محبت های من. محبت فرمودین؟ روزی 6 دفعه کتک میزدی، 8 جور توهین میکردی، هی زیر پرونده ای پرت میکنی، اسم اینا رو میذارید محبت؟ آره؟ آها ببین اردی خان، بله بله. دیگه همتنی یه نموره داری زیادی حرف میزنی. یا همین الان از ددی من عذرخواهی میکنی یا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. اگر اون موقع به شما ما چیزی نمیگفتیم به خاطر باباتون بود، الانم تا یه عربده نکشیدم سقف بیاد پایین ساکت. اردن پس فترات تو تمام پروانه های قلب پدر منو بیبالو برکردی. الان پروانه های قلب پدرتونو، پروانه است تو قلب ایشون؟ بله. تو قلب ایشون کرگدن را میره پروانه. شما هم بی خودی شلوغش نکنید تا به همین که گذاشتم ایشون خونه من بشینه خودش لطف کردم بهشون. بفرمایید. سلام علیکم. بی موقع مزاحم شدم. بفرمایین. بیا کوروش جان، بیا بنشین و خورد شدن یک مرد را ببین. تو اصلا درست چی بود که حالا خورد شدن چی باشه؟ حالا من اصلا قصدی ندارم که تو مسائل خانوادگی دخالت بکنم، ولی پدر گفتن که بابای من، یعنی در واقع گفتن شما درست از کار بیکار شدین، ولی دلیل نمیشه که اجاره خونتون رو ندین. اگه اجاره خونتون رو ندین از صحبتون رو میذارن دم در. درست صحبت کن، الان اعصاب ندارم، میذارم یه ور صورتت بره. آها این آقای جابریه که ورشکسته شدن، شما میتونین باهاشون اینجوری صحبت بکنین؟ شما هنوز مستجر ما هستین،
و ما این اختیار رو داریم که از صحبه شما رو بذاریم دم در. اگرم بگی نه میفرستمت بری یه جایی که پشه ها روزا میرن. خیلی خب، حالا من عصبانی بودم یه چی گفتم، ما اجارمونو سر موقع میدیم، شما بفرمایید. پس همه چی یاور؟ بله بفرم. استاد شد. خوشم اومد اردی خان، آنچنان حالتو گرفت که کم آوردی نتونستی حرف بزنی. باشه باشه. پس فطرت پاشو بریم ولش کنینو. پس اگه امشبم گذاشتم اینجا بخوابی خور رو پف نمی کنی، یعنی از این تپت صدا بیرون نیاد و الا جا میندازم گوشه ی راه رو، گوشه ی راه رو بخوابی. افتاد الان خوبی؟ سلام علیکم، شما خوبین؟ خوبم، چه خبر؟ بازمتی ما؟ اختیار دارین، خواهش ما. شما چه خبر؟ ایچی، من داشتم میرفتم بیرون یه قدم بزنم بیکار. آره؟ آره. اتفاقا منم داشتم میرفتم بیرون یه قدمی بزنم و بعدشم یه سری بزنم مغازه پیردوست و همینجوری سر را حالشونو بپرسم. اتفاقا من هم همینجور، من هم خونه مغازه آقای پیردوست دارم میرم. داری میره اونجا؟ آره. مزرم هم شما مغازه پیردوست چه کار داری؟ من مسیرم از اون طرفه. از اون طرف مسیر؟ با هم شد پا تو از زندگی من بکش بیرون. ها چی پا تو بگیر؟ حتی نمیفهمم چی میگی. من الان عجله دارم باید برم. آره؟ متوجه نمیذارم بری با. مغازه آقای پیردوست من باید رو جنازه من به فکرم نشیده. چرا بینرم؟ صبر کن، صبر کن. ببین، صبر کن، صبر کن. میگم اشتباه ما داریم، الا اشتباه میکنیم. چرا اشتباه میکنی؟ اشتباه میکنی؟ نه، من نمیدونی چی من میگیرم. نه، منظور منو نمیفهم چی؟ نمیگیری چی؟ اشتباه داریم میکنی. الان تو این هوا حیف نیست ما تو سر کله هم میزنیم. الان توی همه باید خوند. ها؟ تو علایه ده هم بخون. راست میگی. برو. آره. هوای خوبی که دلم بی وفایی، بی وفایی دل من از گسته دار، دل من از گسته دار. بیه باشم. بله بله. جناب آقای تونیس اجازه بدید از خودشون سوال کنم. آقا کوروش آقای پیردوسی کوروش صدا کن. کوروش شماست. کوروش تلفن با شما کار داره، یه خورده همچی مشکوک میزنه. میگه من چیزم جی جی ام صحبت میکنی. آقا گوشی خدمتتون. بله بفرمایید. الو جی جی جان چطوری؟ شاید منشی جدیدمونه، تازه استخدامش کردی. آره مغازه آقای پیردوست. بله بفرمایید. بله چهارشنبه ایشون گفتن که من با شما میخوام قرار بگیرم. باشه. ساعت 10 صبح. چش، خواهش میکنم. خداحافظ شما. آقای پیردوست. آقای صدرایی قرار ملاقات چهارشنبه صبح گذاشتم، گفت چهارشنبه ساعت 10 صبح با شما. دست درد نکنه. یادم بیار که من باهاش تماس بگیرم. خودت دوباره زنگ بزن. حتما یادت میاد. باشه، منم بهش میگم. به این آقای احمدی فرداست مثلا. فردا. آره. باشه. چی دوباره نه سر کلاشون پیردوست. سلام علیکم. سلام علیکم. آقای احمدی زنگ بزنم بگم آقای احمدی. آره زنگ بزن به آقای احمدی بگو تلویزیون ها چی شد دیگه، معطلش نکن دیگه. چطوری بچا؟ اینا مجاز آقای احمدی. ببخشید آقا، یه خود یواش با تلفن صحبت کن. نه نه آقای پیردوست، ما شیکاگو کیک نمیخوایم، برای امر دیگه اومدیم. آره من گوشه دیگه ندارم. آقا شیکاگو کیک دیگه آماده. من اینو چیکار میکنم؟ احمدی جان بابا خیلی دیر دیگه. آره قربونش بدی. بابا من منتظر این تلویزیونم. احمدی جان کاری دارم، یه امر کوچیک داشتم. همه برنامه‌مون رو گذاشتیم روی 35 روی این تلویزیون‌های 29. اگه ممکنه. آره قربونش. گوشی لسه. آقای پیردوست
به جان بامشاد نمیشه تو صحبت کن. یارو میبینی من الان یکی دیگه رو بیاریم کجا جشن بدیم؟ لازم الان گذاشته میگم منم نمیتونم استخدام کنی یه نفر صحبت کنیم موبایل من یه نفرم اگه میتونی من کار میکنم چه جای راه رفتن نیست. من که حرفی ندارم من خدامه. ببین من حسی که دارم میتونم بخونم الان یه زبای کوروش تلفن با شما کارنش کن بگو نیست ماهیگیریه بگم ماهیگیریه ببین عدل جان دیگه ما الان جا برای کارگر جدید اگه ممکنه خوبه چایی میخوری؟ حالا من صحبت چایی میخوری؟ بریم بابا اینه اونجا بذار این زیاد بدبخت شدیم، بیچاره شدیم دیگه. تقصیر خودت بود. حالا این نتیجه تا میزن من اعصاب الان ندارم. من اعصاب ندارم. خخش بشی رو این دیوارا. کی بود گفت بریم نمیدونم این ازدواج کنیم باباشون پول داره و بعضمون توپ میشه و اینا. این شد. یعنی تو واقعا به خاطر پول منیجر بابای منیجر خانم رفتی باش ازدواج کردی؟ هیچ هم اینجوری نیست. هیچ هم اینجوری نیست. ولی شرایط ددیشو هم در نظر گرفتم. نه که نگرفتم. مگه تو در نظر نگرفتی؟ مگه تو به این موضوع فکر نکردی؟ نه من فقط به عشق و علاقه در زندگی فکر کردم. خب ببین یه مقدار شرایط دلیرم در نظر گرفتم اینم بود ولی این که باز کن بریم تو بابا خود مزخرف میگه هی مرد یه در نمیتونه باز اجازه بده من باید تمرکز یه در تو نمیتونی با کن این چه باز نمیشه به این ور درم کلید خود به یه دردی بخور تو زندگیت. چرا کلید؟ مرد یه در نمیتونی باز کنه. چرا کلید به این نمیخوره؟ یه درد بخور. سلام. 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 چی شده؟ چی در باز نمیشه قفله خرابه. کلید باز نمیکنه. خب اون کلیدا که به این در نمیخوره که. کلید همیشگی خونه است چی به این در نمیاد؟ خب همیشگی بود الان دیگه نیست اون قفل عوض شده. برای چی؟ بله. آیه پیردوس پدر بنده قفل عوض کردن. خب برای چی؟ یعنی چی؟ واسه اینکه گفتن شما چون بیکار شدین دیگه نمیتونین اجاره خونه بدین واسه همین اینو عوض کردن دیگه. عزیزی چون موعد اجاره خونه سر برج نشده که حالا بعد کورشون الان عیالمون منزل منتظرمونن بعد منتظر همه آها ببین گفت که اصلا به قیافهاتون نمیخوره بتونین اجاره بدین اینو گفت صبح گفت به قیافه این دوتا نمیخوره اجارهشونو بتونم بدم چیکار کنیم الان؟ باید یه فکر مهم میکرد باید یه فکر مهم میکرد آخ بابا من خب فکر مهم چیه الان بفرمایید میتونیم بریم ماهیگیری آره فکر خوبیه من موافقم آره بریم ماهیگیری شاید یه تسکینی باشه برای آلاممون آلاممون؟ آلاممون دیگه بابا جون تو نه تو الان فهمیدی آلام اصلا آلام میدونی یعنی چی تایید میکنی فوری حرف منو به این آلام یعنی چی؟ میدونم نه آلام یعنی چی؟ نگو جون من نگو بذار ببینم این میدونه ای از صبح حرف اضافه میده آلام یعنی چی؟ آلام بگو یعنی چی؟ تایید میکنی آلام خب ببین بابا جون آلام موقعی که یک اتفاق میفته خطر کسی تهدید میکنه اون یه دستگاهی که آلام آلارم اون آلارم این آلاممون گفت وقتی یه چیز نمیدونی هی تایید نکن سر تو تکون برو خواستم تو رو امتحان کنم آره معلومات خیلی برو بفرمی اونو بگی بزن تو سرش
بزن. در رفت. بابا حوصله ندارم کورو، سر به سر من نزد بابا. چی حوصله ندارم؟ شما چرا اینجوری شدین اصلا؟ بامشاد کو؟ شفته پشت درخت گفت برم از خودم میشنم گریه کنم. بامشاد چی کارم دارین؟ چرا دست از سرم بر نمیدارین؟ بذارید به درد خودم بمیرم. چرا اینجوری شدین شما؟ چجوری شدیم؟ بیمم این کارو انداختن اون بیرون، اون که ورشکست شد، اون که بیرون نه کار داریم نه زندگی داریم نه اجاره خونه. بابات هم که زر تو زر تهدید میکنه میریزم اساستون تو کوچه. هم خوشحال بچیم الان خیلی خب. حالا به هر حال یعنی واقعا آقای جابری حقوق شما رو نداده؟ موقعی که سر کار بودیم کار میکردیم حقوق ما رو نمیداد، حالا که دیگه ورشکست شده حقوق ما رو میده. به هر حال ازش طلبکارین الان؟ طلب ندارین؟ چرا؟ دو ماه پیش حقوقمون مونده. حقوق این ما تونم نداده؟ از دو ماه پیش میگم نداده. شما میتونین از این بگیرین حقوقتون رو به نظر من. ببین شما برین تو اداره، این به هر حال یه سری مال و اموال داره دیگه بفروشه. برو مونیتورا و همه چی کامپیوتر رو جمع کن ببر بفروش، حقوق تو بردار. راست میگی؟ آره بگی حق شماست. من میگم آقا برو بکن با من. اینه بگی بینم. بامشا میدونستی؟ یعنی خبرش جابر آباد هم رسیده؟ گوش کن ببین چی میگم. یک 50,000 تومن من میفرستم جابر آباد، بر من یک تک زمینی بگیر، میخوام سیب زمینی بکارم اونجا. بابا این لطفه در حق من بکن، همه امروز همین کار بکن، بلکه فردا چیز بشه گرون بشه همون یک تک زمین هم نتونیم بخریم. قربان تو خدا حافظ. دشمنی نانا بردهی بالا ایاره نایدار خاک بر زرم کردی. اینجا چرا اینجوری شده؟ کامپیوتر خو؟ کامپیوتر کجا بیده بابا؟ طلبکار آمدن همه رو برداشتن بردن، مالم مال من جلباب رفت. بابا جان کامپیوترها رو اومدیم ببریم بفروشیم اجاره خونمونو بدیم. اجاره چیه اردل جان؟ بذاره بابا تو هم دلت خوشه، ول کن اجاره خونه اینا رو ول کن، بیاییم پاشیم با من بریم جابر آباد، اونجا با هم سیب زمینی میکاریم. دو قرنده شایده زندگی میچرخه دیگه. سیب زمینی بکاریم؟ همین یک کاری مونده باره بابا. همه بدبختی میکشیم از تو میکشیم. واقعا تپا هرچی بدبختی میکشیم از تو میکشیم نادان. گلگونه گرنک زندگیمون خراب شد. حالا بابا بیا روی من پیر مرد زمین نندازید. من که غیر از شما دوتا دامادای عزیز خب کمک حال دیگه ندارم. کی بیای با من اونجا سیب زمینی بکاره کمک کنه با من بابا؟ باره بابا ما اگه شانس داشتیم دامادای تو نمیشدیم. داماد تو نمیشدیم ما را اگه شانس داشتیم. ما خودمون اینجا کار میکنیم. چشت دراد برو همون ابی و ساعد رو ببر سر زمین و هات سیب زمینی بکارن. سیب زمینی همون. و به گدای مثل تو ما هیچ احتیاجی دیگه نداریم. گلو گنه گوگلونک همون... گوگلونک بله تپال بله قیافشو قیافشو آقا جا بری روزنامه امروز دیگه چه به درد میخوره ای بی جان؟ روزنامه دیگه چه به درد من نه بخندی چرا بسته نشه؟ نه 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 برده ای بالا ست تو همش بده ما گناه داره همون 200 تومانی رو بنده جلوش بنده جلوش برو کار کن. ای کتا کتا است ای کتا کتا است پلی من کجا همین جایا خیلی خیلی تو که شده؟ دشمن دانا برده ای بالا جوری شده جوری شده
سرم کردی روزنامه طوری شده؟ گده گده از براشون بخون خیلی خیبه خیلی خیبه طبق قانون جدید گمرک و به دلیل حمایت از وارد کنندگان ببخشید وارد کنندگان داخلی واردات سگک کمربند از صبح امروز آزاد اعلام شد. پول من کجاست؟ جاش خوبه، خیلی خوبه. واقعا تبریک میگم این مسئله رو. جابری برمیگردم. من چلوا دوباره آغاز به کار میکنم. ما همه دادی جان خوشحالیم. خیلی ممنونم. چقدر اینجا زیبا شده. چقدر شما خوشتیپ شدی. خوشحالیم. من لذت میبرم. واقعا این فضا چی ارزشه من؟ یه جای سنتی قشنگی شده. حدود 30 ثانیه پیش شما جناب آقای تنسی تاکسیدو و آقای کاملی یک سری سخنان سرپلنگ اینجا ایراد کردید. میخواستم ببینم که میتونید دوباره تکرار کنید. من یاد من رفت. چی میگفتی به جابری؟ این گفت جان. من که گفتم که سیب زمینی ما میکاریم. من به این گفتم گوگل و نک سیب زمینی تپا هم چیزه که شما دور میریزید شکر میریزید از حلقتون. من همونا رو به این تکرار کردم. بعد شما فرمودین که برید کار. گفتم من که میام. من میام سر زمین با شما که چشم هم دارد. این اون وقت یه 200 تومانی به شما داد. این گفت که 100 تومن بیندازی بود. این بود آقای جابه. شما یک لحظه برو اون یه لحظه نده برو ببین عملیات شروع میشه. سلام علیکم. بفرمایید. چرام چه من یه خواهش کوچیکی دارم. نه خیلی فقط نگی نه. خیلی فقط نگونه به من میگم. خیلی خواهش. یه خواهش کوچیک. نه نه قول مردونه. قول مردونه میدم. قول مردونه. قول مردونه. خیلی خواهش. نه نه قول دادم. قول مردونه. قول دادم. زیرش نمیزنی. نه. نه چرا همچی میکنی؟ قول خیلی خوب خیلی خوب بگو. بالاخره من دل در گروه علاقه به یک نفر نهادم و در خانه قلبم رو باز کردم که یک نفر تشریف بیارن اینجا. داشتم بستیم رفته پی کارش. مبارکه. چشم ما روشن. بله. به به. البته حالا مبارک مبارکم نیست. ما امشب دعوت کردیم خانواده عروس خانم بیان اینجا که بشینیم صحبت کنیم. گفتم که شما هم باشین و قشنگ جوگیر بشه. جو بگیرتون که بله رو بگیری. گرفتم. آره اینجوریه. فقط یه مشکل کوچیکی وجود داره. جان. چیزه پیش دستی و قاشق چنگال اینا میخوای؟ نه 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 این سالن خونه ما یه خورده کوچیکه اردل جان. بعد خب نه بله سالن خونه ما خب چیکار کنم دیگه؟ اصلا حرفشو نزن. حرفشو نزن. برو به کارت. نه؟ نه نه؟ نه؟ مگه من مسخره تو هم؟ نه تو قول دادی به من. من برنامه ریزی کردم. نکن دیگه. بابا دیدین چیه که؟ خودتونوس میکنی؟ مسخره دیگه. سلام علیکم. مینبرتر بیا. چیه حالا؟ نکن. تو من برنامه ریزی کردم. مسخره. ساکت. دیوانه است بابا. ساکت. بله بفرمایید. ببینید ما انسان‌های بسیار متمدنی هستیم. از نظر من شما تشریف بیارید تو. بعد ما خیلی قشنگ با هم صحبت می‌کنیم و مشکل رو حل می‌کنیم. نه؟ یعنی بیام تو الان صحبت کنیم. اون وقت شما قضاوت کنیم ببینیم کی درست میگه. بله حتما بفرمایید. خواهش می‌کنم. دیوانه. خب چه اشکالی داره؟ به هر حال همسویه بودن به همین دردا میخوره. نه یه کمکی و این بابا چیزا. جان مگه خود اینا خونه ندارن؟ چه؟
واسه 100 دفعه گفتم سالونه، خونه ما کوچیکه، نمیشه 100 دفعه که نمیتونم یه چیزی بگم که به من چه کوچیکه. ببینید دعوا نکنی. خب اردل یه شبه، به هر حال کار خیریه و دادم نباید کوتاهی بکنه در کار خیر. واقعا بریز به پاش که نمیکنین که. ریخت و پاش میگه ریخت و پاش. من 5 دقیقه میخوام بیام رب بدارم رفع زحمت میکنیم میریم دیگه، حل دیگه همه چی دیگه. چی بگم بابا؟ خونه شما من باید چی کار کنم؟ حالا گوش کن به من. من دارم میرم، شما اینجا وامیسی به اردل میگی چی کار بکنه، میگی مبلا رو ببره بالا، میفرستی بره میوه و شیرینی و اینا بخره بیاره، آجیل و اینا رو ردیف میکنی، خودت نظارت میکنی شما کلو شما رو خیال راحت آره. خاطر جمع باشه. بعدم اینجا درست مثل خونه خودته. با آیا اردل منیجر خانم اصلا تعارف نداشته باش. ببین یه کارگر نباید بگیریم کمک این آقا اردل بکنه. این نه بابا ماشاءالله زرنگ، خودش همه کارا رو انجام میده. بچه‌ی تنچین خیلی مسلطه، تو فقط تو بهش بگو چیکار بکنه. تا اردل داره کارو میکنه منیجر خانم زحمت میکشه یه غذای خیلی خوب برای شما درست میکنه. فقط منیجر خانم یه زحمتی، مرغ که درست میکنی کنارش یه خورش پرگوش، چون خورش اگه بدون گوش باشه اصلا نیست، باید پرگوش باشه که بچسبه. دست در نکنه. نه دیگه منیجر خانم الان میخواد یه غذای بعد از 1000 سال درست کنه، دیگه حتما سنگ تموم میذاره. دستش در نکنه. آره برای خودت چرت و پرت برای چی میگی همینجوری؟ ها؟ درست صحبت کن. چی داری میگی؟ یه دونه میزنم بهت که یکی عمه خورده باشه 5 تا دیوارو. متفت شدی حالا؟ من معذرت میخوام. من میرم. تو حواست جمع باشه. برو شما. آره کار دارم. باشه حالا این میزارو ترتمیز کن، ردیف کن. بچه خانم شما هم باشه و نهارت آماده کن که برای ساعت 12 آماده باشه، میخوام غذا رو بخورم. آره قربونت. برش. دست در نکن. بله بله. بفرم. میزه تمیز کن دیگه. بله بله. دستمال بیار. بفرم. خودت تکون بده دیگه، هنو خیلی کار داریم و متوجهی خریدار انجام دادی یا نه؟ بله من قرار شد که خانومم بره مرغ و برنج زور رو بخره، منم برم میوه شیرینی عصر رو بخره. تا میرود خریدار رو انجام بدید من زنگ زدم صندلی برسه، متوجه شدی؟ بله. تا خریدار رو کردید برسید سری که صندلی ها رسید اینجا باشید. بله متوجه شدی حالا؟ بله بجون بجون صندلی تکون بده. برای چی؟ رو حرف من دیگه حرف نزن، کارتو انجام بده. معلوم با منیجه. منیجه حاضر شو بری منیجه. بجون بجون خوب شد حالا راضی شدی؟ اردل من اصلا نمیدونستم که اینجوری میشه. من میگم که حالا چیکار باید بکنیم الان؟ هیچی بریم خریدار رو انجام. تو برو چیزی که باید بخری بخر، منم یه دقیقه برم پیش پیردوست بگم این اسی رو بیاد پرتش کنه بیرون، بعدم نیم ساعت دیگه سر کوچه قرارمون که با هم برگردیم خونه. آها باشه، ولی فکر میکنی واقعا آقای پیروز این آقای اسی میندازه بیرون؟ خب بعد بندازه بیرون با ما، برای اینکه ما اومدیم ثواب کنیم، کباب که نباید بشیم که. بفرمایید. سلام علیکم آقای پیرز. سلام علیکم. خوب هستی؟ چطوری اردل جان؟ خیلی ممنون. آقا تو اینجا چیکار؟ من قرار نبود بری شیرینی و میوه و اینا بخری، هنوز که اینجایی که. آها پس اون گنده بک غیر از اینی که روش زیاده جاسوس هم هست، به شما زنگ میزنه خبر میده که من چیکار میکنم چیکار نمیکنم. پیردوست جان یه تو که پا بیا پایین، اینو از خونه ما پرت کن بیرون، آدم قیافشو که میبینه وحشت میکنه. یعنی همینجوری که به آدم نگاه میکنه شب میاد به خواب آدم، اینه کابوس میمونه. اردل جان درست صحبت کن. و اسی به من زنگ نزد. شما لازم نیست از این قول بیشا خودم دفاع بکنی. اون اگه زنگ نزده پس از کجا شما میدونی که من قرار بوده برم خرید؟ بابا اون وقتی فهمید تو رفتی خرید بل. اومد فقط یه سر به من بزنه همین. اومد به شما سر بزنه اینجا؟ بله. الان اون وقت کجاست؟ الان همینجاست. سلام علیکم. من خریدام همه مونده، برم خرید. بفهم. درو ببند. آره اردل خسته شدیم نه بابا؟ یه این سفارش لیستی که داده برای 600 نفر آدم، این که بدبختی شد بریم. خدا سلام علیکم. سلام علیکم چطوری؟ خوبی؟
میگم بامشا بیا یه دوتا اینجا به من بگو کمک ما بریم پدرم و درم ببر تو. وای بابا من عجله دارم، کار دارم. بله؟ چه کار داری مثلا؟ دارم میرم یه جفت کفش شیک بخرم با یه سری یه پیرن و اینا، بعد خلاصه برگردم و دوش بگیرم، یه دوش آب داغ و خلاصه لباسای خودم رو عیارم اتو کنم برای جشن شب. ببخشید جشن دعوت این شب شما؟ بله. آخه کجا؟ منزل شما دیگه. بله معذرت میخوام، شما هم قراره بیای؟ یعنی چی؟ مگه آقا کوروش بدون ما اصلا از کسی خواستگاری میکنی؟ حرفا رو میزنی آقا عدنا؟ برای هر اتفاقی که من کار دارم الان میبنده باشه. چه مسخره بازیه این درآورده؟ برای چی باید بره کفش بخره؟ این بره کفش بخره من بدون کفش باشم؟ این بره لباس بخره من لباس یللی تللی کنه؟ خب برات چیه؟ چیه دوباره؟ دارم حرف میزنم. دوباره پاشو بیا خونه ما. خب به من چه اصلا خواستگاری خونه ما باشه یا خونه اون باشه به من چه؟ برای چی خونه ماست؟ از صبح خرمالی کنم که چی این اسی گنده بک بشینه اونجا؟ هی دستور بده میذاره این دفعه من برم الان داخل خونه دو تا کشیده میزنم زیر گوشش. اون سیبیلاش به چسبه به دیوار. هی من هیچی نمی... چیه؟ دارم حرف میزنم. دوباره سعی نکن که من آروم کنی. دارم صحبت میکنم دلم پره. یه گندبک بشه اونجا تانک به من دست بگه اون کیه؟ اگه اون واسه همه لاته واسه من شکلاته. هی هرچی من هیچی نمیگم این چیه؟ بله چیه بابا جانه؟ مسخره بود. سلام علیکم. خوب هستی این هرمون چون؟ ببین چقدر خوش تیپه. ببین نگاه کن. من عرض میکردم که الان ما این وسایل رو خلیدیم حسی جان و دیگه اگه کم و کسری داره ببخشی. شما سه سوت یعنی سه شماره بشمارین ما میریم بقیه چیزها رو میخریم میاریم تمام این چیزها رو آماده میکنیم. فقط این میز صندلی ها مونده یه دستمالی بکشیم که الان به صورت انجام میدیم. نکته بعدم اینه که میخواستم عرض کنم که اگه من برای عملاتم واسه شما شکلاتم. بله چش بفهم برو دیگه وایساده من آقا حسین همه کار دارن. ای وایساده من نگاه میکنم تنبلن چیکار کنم من مزرم. چقدر بس میکنی بعد میز رو تمیز کن. الان مهمون ها میرسن دیگه. تمیز کرد خود دیگه این گوشه هاش دستمال با کسان کسیفه. خسته شدیم اردن. رسیدم بفرمم. سلام علیکم. استیشون دست درد نکنه. خسته نباشید. قربون شما. سلامت کشیدی. جاجرم شما سلامت باشید. کوروش من معذرت میخوام اینجا سخنرانی قراره بشه. آخه گفتن صندلی رو ما اینجوری بشینیم مدلش جوری. اینا همه این ور یه دو تا اون ور برشه. نه. اون ور خانواده عروس هست. این ور خانواده داماد هست. اینا. ببخشید آقای کوروش مگه چقدر شما فامیل داماد دارید؟ نه. ما گفتیم که حالا زیادتر باشیم اینا یه کاری کنیم جف بگیرتشون زودتر بله رو بگیریم. آها مهمونا رسیدن. بفرمایید سلام احوال شما آقای کوروش واقعا بهتون تبریک میگم. امیدوارم که بسیار خوب و خوش و سلامت در کنار همسر آیندهتون خوشبخت باشید. متشکرم. من هم از قول خودم و عیالم تبریک میگم و لذت میبرم واقعا میبینم این ازدواج رو. در ضمن آقای کوروش این از طرف من و بامشاده یک تمام سکه اونم بانکی بدید بهشون. بله بفر مبارکه. بله خیلی مبارک باشه این نقطه شیرینه. گروشان مبارکت باشه پسرم. همیشه آرزو داشتم قبل از مرگم این لحظه باشکوه ببینم بسترم و بذارم زمین. من همیشه آرزو داشتم شما لحظه رو ببینیم بسترتون رو بذارین زمین. بله خیلی خوب حالا دیگه مبارک باشه. بله اگه اجازه بدید ان شاء الله مبارک بده یار مبارک بده ان شاء الله مبارک بده. وفاداری 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 وفاداری.
اجازه بدین شما قشنگ صبر کن اجازه بده بگو اجازه بدین مهمونا بیان بعد این کارا رو بله آره بعد این اینجوری هم بهتره من فکر بله هنراتون رو بذارین همون موقع خیلی بس بابا هی وقت بعد یه بار نه اجازه بدین اینا مهمونا نیستن من یه سری از دوستامو گفتم که بیان گفتم بیان که اینجا باشن ما تعدادمون بیشتر باشه که بتونین همونجوری جذب بشین آخه این همه اینور اون دو تا اونور بعد بابا جان من اونا خب خیلی خب بفرمایید بله چه خبرها دیگه سلامتی دیگه ما الان منتظریم که برسن دیگه فکر می‌کنم الاناس که باید در میذارم باز بفرمایید کوروش کوروش بفرمایید صاحب خانه قلبت آمد دست بخواهم بفرمه کی هم؟ عروس هم؟ بله بله اینا کی هم؟ با عزتون یه سری از دوسته ایمان آقا کوروش با عزت شما دعوت کردیم شلوغ باشه این طرف همو قوی بشن دیگه بله بفرمه مبارک باشه مبارک باشه مبارک مبارک من قبل از این که مراسم انجام بشه یه کاری با شما دارم بیرون یه لحظه خواستگاری که الان بعدش الان نه باش من یه کار مهمی الان قبلش بعد قبل خواستگاری بفرمایید شما بفرمایید شما تا الان بفرمایید شما مبارک بود جانم آقای مدیری من میخواستم که تشکر کنم بابت اینکه فکر میکردم نقش کوروش خورده ول شده و اینا اصلا فکر نمیکردم که حالا قراره ازدواج کنه و اینجوری وارد خط داستانی بشه و اینا یک تشکر شما از من طلبکار بود یه تغییراتی میدیم که کاره نیفته بزن میگیریم برای تو از این کارو میکنیم گفته بودم من فکر میکردم علکی میگی حالا به هر حال باز ممنونم متشکرم حالا سعی میکنیم دیگه از میبادم یه خورده انرژی بیشتری آره بذاریم این به بعدش با انرژی بگیریم که به بچه هم تو بگو که حالا منم گفتم که انرژی بیشتری بذاریم بریم الان این الان که ادامه سخنرانی هست آره بریم خب من من با اجازه بزرگترهای مجلس یک صحبت کوچیکی دارم و بعد میریم مراسم خواستگاری رو ادامه بدیم و بله رو از عروس خانم بگیریم کف بلند خواهش میکنم با اجازه پسرم انشالله که بامشاد جان با اجازه پسرم انشالله که مبارکت باشه اما میخواستم یک چیزی رو قبلا بهت بگم ببین پسرم در زندگی صداقت از هر چیزی بهتره اگر آدم تو زندگیش صادق باشه، راستی و درستی داشته باشه تا آخر زندگیش موفقیت آمیزه تو توی سخنانی که میخوای بکنی بله به عروس خانم خودت رو درست معرفی کن و همینجور صاف و صادق زندگیتون رو ادامه بدین و برین جلو آره قربونه بله به افتخارشون افتخارشون بله عزیزم صحبت داریم با اجازتون من مهندس کوروش پیردوست هستم بله افتخارشون متشکرم من مدرک لیسانسم و از دانشگاه علم و صنعت چند سال پیش گرفتم و برای ادامه تحصیلات به کشور کانادا رفتم در اونجا داشتم تحصیل علم و دانش میکردم و یهویی دیدم که دلم برای اقوامم تنگ شده در همونجا به من گفتن که پدرتو بیماره و من گفتم که خب حالا که پدرم بیماره باید برگردم به وطنم و اونجا چون پدر من ارث و میراث زیادی از پدر من قراره به من برسه خیلی هم زیاد هست این ارث و میراث اون زانتیایی که دم در دیدیم مال من هست به خاطر همین گفتم که خب باید برم اونجا دیگه و همینجور نشستم گوشه کانادا با خودم فکر کردم گفتم که خب چه بهتره که من با خانومی ازدواج کنم که در واقع این خانوم لیاقت این همه ثروت و علم و دانش من رو داشته باشه و همونجا گوشه کانادا فکر کردم که چه کسی بهتر از شما البته درسته که اون موقع من شما رو ندیده بودم ولی گفتم با تلاشی که میکنم میتونم که در کنار شما خیلی بیشتر تلاش کنم و حالا دست
وفاداری این مفاداری بام شد من فکر میکنم تشویق بسه. اجازه بدید عروس خانمم اگه حرفی دارن بزنن. آقای کوروش عروس خانم بفرمایید لطفا. من اصلا از آقای کوروش خوشم نیومده، قصد ازدواجم ندارم. بابا بلند شو بریم. چی شد؟ شما یه لحظه با من بیاییم. من بله ببخشید. همیشه همین بی وفا. اینجا چه خبره؟ ما نمیدونیم. چه خبره؟ ما نمیدونیم. جانم من اینجا صدا میکنم. چی شد آقای مدیر این قضیه؟ چی شد آقای جان؟ همین ازدواج دیگه. چیزی نشده که، ما طبق فیلمنامه داریم پیش میریم دیگه. نه آخه خانومه که اومد قرار بود ازدواج کنه، من گفت نه رفت و خب عزیزم از صبر کن یه تقرمت با الان این برای این ببین جواب منفی خونده که این جواب منفی میده الان میره. درسته. بعد برای اینکه حالا چه میدونم این تعلیق قصه بیشتر میشه یه شوکی به بیننده بشه میره، بعد تو میری مغازه نمیدونم نشستی یه خانم دیگه میاد میگم کولر بخره تلویزیون بخره چی بخره. درست. تو اونو میبینی میگه ما همسر ایدئال من اینه. درسته پیردوس برای این بعد میره خواستگاری، اونو وقت با شما ازدواج میکنه، قصه ادامه داره، تو اون قسمت شما زن میگیری. آها پس اینو برای این گذاشتین در واقع ماجرای ازدواج کوروش یا یه خورده پیچوندینش که عزیزم هم اینجوری واقع... بشه هم شوک بدیم هم تایم قسمت بره بالا. آها برای تایم هم هست. آها من عذر میخوام. هی من صدا میکنم بود ضبط قربونت بریم. افتاد الان بریم. چیه کوروش؟ تو چرا ناراحتی؟ بابا دنیا که به آخر نرسیده، حالا اون دختر خانم از تو خوشش نیومد. بابا جون من به تو قول میدم برای تو یک زن خوب خانوم خونه‌دار پیدا کنم که خودت بگی بابا دستت درد نکنه. آره قربونش. سلام علیکم. ببخشید آقا قیمت این کولرها چنده؟ کولرها کوروشان با شما هستن، قیمت کولر سوال میکنم. آقا کوروش مشتری با شما هستن. کات آقا سیامک چرا دیالوگی تو نمیگی؟ نمیشه آقای مدیری. نمیگم من چه دیالوگ تو نمیگی؟ نمیگه آقا الان باید بگی که به در... نوبت من نبود آقا، نوبت سیامک بود. اصلا سیامک باید میگو. الان باید در گوش شما بگی بابا من میشه برای من بری خواستگاری همین خانوم؟ اینو باید الان باید بگی. نمیگی؟ خب برای چی نمیگی؟ من بلا تعریف میگی. بیا یه دقیقه بیرون بینم چیه. من... جانم آی مدیری ما قرارمون این نبود که. چی قرارمون چی نبود؟ خب قرارمون این نبود شما الان عزیزم چی نبود؟ قرار شد بیاین تو این سکانس زن بگی این خانوم رو ببینی زن بگیریم براتون. چی قرار زن بگیریم برات این خانوم بگیر زن تو؟ چی قرار مهران جان ببین شما رفتی بازیگر مقابل خودتون خانم جوزانی آوردین حرفه‌ای آقای شفیجان خانم ولد بگی بار کمدی بین شما داره تقسیم میشه. نوبت من که شده الان این خانم اومدن تا حالا بازی نکردن همه چیز یعنی باید بیفته رو دوش من. نه این درست آخه عزیز من اون بازی اون درست میشه الان ما الان همش که نباید بازیگر حرفه‌ای بیاریم اینم حرفه‌ای میشه بعد یه ذره میدون بدیم جوونن میان دو شاید این اصلا از خانم جوزانی و خانم ولد بگیم بهتر بود. خب چرا نقش مقابل خودتون رو لطفا جوون بیاریم میدون بدیم بهشون و نوبت من شد حالا الان چیکار کنم من؟ الان من چیکار کنم؟ این برنامه فردا شبه. من الان که بازیگر حرفه‌ای وقت دارم برم بیان برنامه فردا شبه چیکار کنم؟ من شرمنده تم. یعنی چی شرمنده؟ نمیتونم بازی کنم. بازی نمیکنی یعنی؟ کار نمیکنی یعنی؟ نه دیگه آخه الان شما با من حق بدین یعنی میخوام ناراحتم حق میدم الان چیکار کنم؟ الان بازی نمیکنی؟ الان نه دیگه
این چیه؟ حجت آقا بریم زبط، بریم فروشگاه بدون سیامک. بریم بگیم بچه ها بریم زبط. بریم فروشگاه. فروشگاه آقا. بریم زبط. بچه بریم فروشگاه. خب سعید جان بریم زبط. سیامک چی شد؟ سیامک نمیاد. یه مشکلی پیش اومده نمیاد. اتباری شده آقا. نه مشکل داریم با هم. نمیتونه بیاد. شما الان بریم. مگه میشه آقا؟ میشه بدون سیامک؟ من نمیدونم الان بریم زبط چیکار کنم. مشکل داشتیم حالا صحبت میکنیم بعدا. نیست فعلا سیامک نیست. ببین آقای مدیری خیلی دوستت دارم، نوکرت هم هستم، هرچی هم داریم از شما داریم، اما در هر حال من سیامک نباشه منم نیستم. ببخشید. معذرت. چی شده؟ ببخشید خانم شما معطل شدین امروز. ما یه مشکلی تو قصه‌مون زبطمون پیش اومده. شما بفرمایید ما بعدن کار داشتیم باهاتون تماس میگیریم. حتما تماس میگیریم. بله چشم حتما تماس. من کی منتظر باشم؟ زنگ میزنیم خدمتتون. میگم زنگ بزنن خدمت. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. علی آقای کاظمی. بله بیا آقا بیا بیا. سلام علیکم. خوش اومدید. سلام عزیز. علی جان از این به بعد مغازه رو بخوام بدیم دست تو، یعنی تو متن، یعنی بدیم دست اسی. درست. که مغازه رو شما بگرد. موبایلت زنگ بزن. من اینو قطعش کنم. بفهمم. مغازه رو بدیم یعنی دست اسی. درست. که شما بگردین. به بچه های نویسنده هم میگم متن رو درستش کنن حالا. بگیم کوروش مثلا رفته مسافرت، پیردوس رفته مسافرتی کارش میکنه. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. شلا بتونه جبران کنه. خواهش. خیلی ممنون. حجت بریم زبط. چی صحنه بعدی چیه؟ قرار بود بعدش خواستگاری سیامک رو بگیریم ولی حالا نمیدونم چجوری میشه. خب چیز کن من الان یه 10 دقیقه بشینم فکر کنم چیکار کنیم. شما هم زنگ بزن نویسنده ها تا یه ساعت دیگه بیان. الان یه ساعت آف بدین همه استراحت کنن. باشه. دست شما درد نکنه مدیری. سلام علیکم. چرا همه اینجا جمع شدیم؟ منیجه میگم یه چای میریزی بخوریم. آقای مدیر ببخشید ما همه اینجا جمع شدیم که اگه بشه با شما صحبت کنیم. چیزی شده؟ بفرم. چی شده خب بگی؟ نمیگی؟ من بگم داستان سر همین اخراج آقای انصاری، آقای پیردوس و یه اتفاقاتی که این آخری افتاده تو کار. خب چی شده؟ چیکار کنی؟ همین شما چرا آقای پیردوس و سیامک رو از کار بیرون کردیم؟ کار هر شب اگه نظم نداشته باشه هیچیش درست نیست، نمیشه کار کرد. ببخشید آقای مدیری ولی خب همه چی این کار اصلا درست نیست. چیش درسته؟ شما الان در مورد نظمش دارین صحبت میکنید. خب هم چیش درست نیست؟ ببینید ما الان همه اون 5 ماه سر کار داریم، میایم صبح تا شب، میایم سر کار، خسته ایم، استراحت نداریم، بعد دیگه نظارتی که قبلا روی متنا بوده نیست. خلاصه همه یه جوری دیگه کار شل گرفتن، هیچ کی جدی کار نمیکنه. نه به شخصیت پردازی ها توجه میشه، بعضی رو اینقدر پررنگشون میکنید، بعضی هم که واقعا تواناییشو دارن کمرنگ کمرنگ موندن. بعد تازه غیر از اون مثلا بهتون یه اعتراض کردن، مدن باهاتون درد و دل کردن، اخراجشون کردید بازیگرا رو. خب منم خستم، من چیکار کنیم به نظر شما؟ خب یه هفته تعطیلی بدید بریم استراحت کنیم دوباره برگردیم. بله من خواهش میکنم که ببخشید شما صحبتتون. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید خانم. من میگم که شما لطف بفرمایید آقای پیردوس و آقای سیامک انصاری هم اگه میشه برگردن سر کار. بله لطف بفرمایید به بازیگرای توانا بیشتر توجه کنید، بیشتر بهشون نقش بدید. من نمیتونم تعطیلش کنم. نمیتونم سیامک و پیردوس رو برگردونم، نمیتونم. کاری نمیتونم بکنم. شرایط همینجوریه.
خب اگه شرایط هم اینجوری باشه، ما از روز اول یه گروه بودیم کار کردیم، اگه قرار شرایط اینطوری باشه ما دیگه نمیتونیم کار کنیم. باش بریم. برنامه فردا مونده ها؟ تعطیل شد عزیزم، تعطیل کردم. یعنی به کل تعطیل شد؟ بله. بازیگرا رفتن هم. حالا چی میشه بعد؟ هیچ، تعطیل خونه. سلام آوردی. سلام علیکم. خوب هستی؟ ها مدیر پاشو بریم. تعطیل شد علی جون، رفتن بازیگرا. شما هم این مدت زحمت کشیدی، قربونت برم، دست درد نکنه. خیلی ممنونم. قربون شما ولی مگه من میذارم تعطیل شما؟ تازه دارم معروف میشم آقا مدیری. من نمیذارم آقا. باشه بریم آقا مدیری، باشه. تعطیل شده میگم قربون، دا کجا بریم؟ آقا من همه بازیگرا رو برگردوندم آقا مدیری. بریم همه بازیگرا برگشتن آقا. یعنی چی همه بازیگرا برگشت؟ خب برگشتن، الان همه بازیگرا آماده. شما بریم الان خونه منیجر خانوم. بریم اونجا خونه منیجر خانوم رو صدا بزن. ببین چایی هم واسهتون دم کرده. بریم اونجا وایسیم الان شما میبینی. گرفتی ما رو؟ نه آقا شون، پاشو بریم آقا. پاشو آقا مدیری، پاشو حل شدم ایچه. آره آره آقا، من برگردوندم همه بازیگره رو. برید شما هم میام. چی میگی بابا؟ بفهم شما بشینین. منیجه کجاست پس؟ الان میان شما بفهم بشینین. رفتن چایی رو بیارن. بفرمه چایی رو بیارین. آقا اردن اومدن، بفرمه. سلام اردن، کجا بودی؟ قلبم برات پروانه‌ای شده. بشه. چه خبر اینجا؟ خوبه؟ خوب بود؟ گفتی بازیگر میارم اینه؟ از خانم جوزانی که دیگه بهتر بازی میکنه بابا. خیلی بهتره خانم جوزانیه. تازه بقیهشون هم هستن بچه بازیگرمون. بله. بچه ها بیه تو. بفرم. بیه تو. بیا. بکن. نقش بامشاد، نقش ساید یا جابری رو راحت میتونه اینو بازی کنه. کجا آوردی اینا رو؟ بچه های تدارکات هم. بچه های تدارکات. بله. مسخره کردیم و گرفتیم ما رو. دست شما درد نکنه دیگه. من اینجوری که کار نمیکنم قربونت برم. اوه برو کار نکن، حالا نوبرش انگار آورده، انگار ما خودمون نمیتونیم کار گردانی کنیم. کار نکن، خودمون حتی بهتر کار میکنیم. برو به هر کی هم میخوای بگو بچه بازی کنی. نقشه بامشاد، نقشه جابری، هم نقشه منیجر رو بازی کن. بیا بامشاد رو بیا بینی. بله. الو جانا. آی مدیری حالا دیدی؟ سیامک تویی؟ بله منم. حالا که سر خودتم به سنگ خورد دیگه، بیا بچه همه میخوام باهات حرف بزنن. حالا کدوم بچه ها؟ همه هستن. خب کجا باید بیام؟ فردا ساعت 10 صبح همون پارکی که همیشه میرفتیم ماهیگیری. آها شما بیا اونجا، من یکی رو میفرستم بیارت. سلام علیکم. هیچی نگه، من از همه عذرخواهی میکنم. خودم شیرینی هم خریدم. حالا فهمیدی که در کار گروهی تکرمی نمیشه کرد ها؟ فهمیدی بالاخره؟ بله آقای مدیری، اگه واقعا برنامه موفقیت داشته حاصل تلاش همه ماها بوده. بله. از من گرفته تا بام شدیش فرقی نمیکنه. چه بسا نقش من شاید در موفقیت برنامه بیشتر از بام شدم بود. بله تو بوده. بله. حالا دیگه کار شده دیگه، من چیکار کنم؟ مثلا اینکه ما فکر میکنیم که شما میدونستید اینو خودتون. خب من اینو میدونستم. آقای مدیری ولی یه جورایی هم خوب شد، چون ما فهمیدیم که الان تو کار گروهی همه بچه‌ها یه جوری مهمن واقعا. من اینو میدونستم خودم، فکر کنم نمیدونستم.
خب میگم ما همه فکر میکنیم که میدونستین اینو شما. خب حالا که برنامه تموم شده، تعطیل شد. نه نگران نباش، اونش با من، برنامه رو دوباره برات میگیرم. نه عزیزم، این اسی اومده کل برنامه رو گرفته و گروه آورده و تموم شد. گفتم اونش با من. حالا باید چی کار کنیم الان؟ با من. میگه با من. شما کات بده. بله؟ شما کات بده با من. با ایشون، کات. با ایشون. خب حجت جون، سکانس بعدی چیه که من جای دوربینا رو بگم کجا بچینم؟ الان آقای مدیری و آقای جابری میان که با شما صحبت کنن. آقای مدیری آقای جابری باشه؟ آره. سلام. سلام علیکم. اسی. بیا اینجا یک لحظه. چیه چیکار داری؟ بیا سو یک صحبت باید دارم، بیا. برو آج. برو اسخا جون. برو ببینیم چیکار داری. جونم. چقدر میگیری دوباره برنامه رو تحویل میران مدیری بدی؟ درست صحبت کن ببینیم بابا، حرف پول مول نزن، ما اینجا داریم کار فرهنگی انجام میدیم. من اوناش نیستم که با پول منو بخری، ملتفت شدی؟ بیا. آه. چه؟ تو من. خدا. نه بابا نه. اهل پول نیستیم ما، نه ما اومدیم اینجا یه کار فرهنگی انجام بدیم. بیا. تو من حالا دیگه باید دیگه خوب بشه. ببین ما گوش میدی؟ مخلص آقای مدیری و گروه درجه یکش هم هستیم. آره چون فقط کارگردانی برازنده آقای مدیری. ما مخلص شما هستیم آقای مدیری. ما کوچیک شما هستیم قربان. من چیکار کنم؟ حالا دیگه فقط ببین چکشو به روز بنویس، تاریخ روز باشه اونم حامل که من بتونم خرج کنم. آره دست در نکنم. فقط آقای مدیری خواهش دارم قربونه. این نقش اسیا رو اما نگیری ها. نقش اسیا باشه. آره. ما قربون آره فدای شما بشم من. دست شما در نکنم. ما بعد بیخریش صاحبش. تحویل بده برو. خدمت شما. من معذرت میخوام از شما. دست شما در نکنه. فقط اون نقش اسیا یادتون نره. دست شما در نکنه. مرون چی شد این ماجرای زن گرفتن من؟ نمیشنم. ماجرای ازدواج من توی کار و اینا چی شدش؟ الان که این چیز که ها؟ خدا شما برای چی میخوای گواهینامه ایزو 7002 بگیری؟ بگو برای بالا بردن سطح کیفیت منجول باف و خدمات رسانی بهتر به مردم. ببخشید، برای خدمات رسانی بهتر به مردم و سطح کیفیت بردن بالای منجول باف. کیفیت که رفته باشه بالا آرم میخوره 7002 رو سررسید اینا پوز میدیم خوب است. بله کیفیت که بره بالا آرم میخوره رو سررسید 7002 خیلی خوبه. بعد مدرک تحصیلی شما چیه؟ بگو چطور مگه؟ چطور مگه؟ خب دیگه مدرک تحصیلی رئیس شرکت حتما باید حداقل باید لیسانس باشه. بله. ایشون... اگر لیسانس نداشته باشن این مدرک صادر نمیشه. بله. ایشون لیسانس ندارن. ندارن. بگو دارن، لیسانس دارن. لیسانس شما نداره آقای. بگو دارن، هر چی من میگم بگو. بله، لیسانس دارن. دارن بالاخره. بله. صندلی شکسته. بالاتر از لیسانس که مدرکی ندارن. نخیر. ساید یکی میزنم تو اون سرت که تا سبیلات بره تو زمین. بگو دکترا دارن. بگو. بگو دارن. آقای ددی شما که 6 کلاس بیشتر سواد نداری. خب یارو میفهمه بعد میشه. زدم من جلو آقای زدم که آبروت بره. بگو دارن. دکترا دارن. ایشون دکتر هم هستن. آها. دکتر هم هستن. بله. خب. بالاتر از لیسانس دکترا داره. به هر حال شرط اول ما همین مدرک تحصیلی رئیس شرکته که در درجه اول اهمیته. بعدش حالا کارمندار من خودم بعدم میام سر میزنم و بررسی میکنم. اون دیگه یه وقت متوجه نشن آقای دادی که شما دکتر نیستی. شما به کارا کار نداشته باش. مدارک رو بدید به من. من بعدن میرسم خدمت. بله خواهش میکنم. جناب خیلی ممنون. خواهش میکنم. منتظر شما در شرکت منشور باف هستید. خواهش میکنم. عجب آدم بدبخت و شنپیت من هستن. خاک بر سر من.
خدا نکنه دادی جان، شما مردی بسیار محترمی. ببند اون حلقه تا. آخه چرا شما دوتا کودن با داماده من شده باشی؟ من اینجا دکترا دارم، شما دیپلم هم نداری. بخوره تو سرتون رو دیپلم تا تصمیم کبرا بیشتر نخوندن. بله دادی جان، معذرت میخوام، شما دکترا دارین؟ بله که دکترا دارم، نه پس چی؟ فکر کردی من مثل شما علاف بیکار هستم؟ اولا که ششم ابتدایی قدیم عین دکترای الان هستم، من هم مثل شما نبیدم که در تمام این مدت من اینجا تحقیق کردم، مطالعه کردم، دکترای خودم هم گرفتم. بله وقت گدی گدی جان مبارک باشه، تبریک عرض میکنم، اینم مدرک دکتراتون. بده ببینم. آقای ددی تبریک عرض میکنم. بفرما، اینم مدرکش، از این به بعد من دکتر جابری صدا بل. میزنی دکتر جابری. چشم آقای دکتر ددی. ددی آقای دادی و زهرمار، دکتر جابری. بله جناب دکتر جابری، میتونم سوال کنم این دکتراتون از کجا گرفتین؟ از دانشگاه در سرزمین های خارجه، از اونجا من گرفتم دکترای خودم. دادی جان ببخشید، من اولا تبریک میگم، چون این دکترایی که شما گرفتین واقعا باعث افتخار خانواده ماست. بله. دوم این که من یه سوالی دارم، این که دکترای شما چیه؟ یعنی مدرک دکتراتون چه دکتراییه چه مدرک؟ دکترای کلی گرفتم من. دکترای کلی گرفتم. شما میجور چیزا حالیتون نیست، من الان توضیح بدم که متوجه نمیشی. کلی گرفتم. کلی گرفتیم من. من اگر این گواهینامه 7002 را نگیرم پوست کله شما رو میکنم، با موهاتون کاپشن درست میکنم میدم ابی بپوشم. دادی جان خب فقط اینجا ما نیستیم که دیپلم نداریم، که خب ابی هم دیپلم نداره، اون ساید هم دیپلم نداره. دیپلم داره، این دیپلم داره، ایشون دیپلم دارن. بله خودم اینو استخدام کردم، دیپلمش دیدم. مگه من شما دو تا خنگ و کودن هم که دیپلم نداشته باشن؟ آقای دادی تازه من دیپلم ندارم، من لیسانس دارم. بله من لیسانس دارم. بله تو گندسبی لیسانست کدو گور بوده. بله آقای ددی ببخشید، آقای دکتر ددی جابری، همون موقعی که من قبل از که با اردل شروع به کار کارگاهی کنیم من لیسانس زبان گرفتم. تا الان کسی از من سوال نکرده بود که نشون بدم. میخواید الان برم یعنی یه دقیقه لیسانس زبان داشتی و تا حالا به کسی نگفتی؟ تو بله تو نه، تا حالا کسی از من سوال نکرده بود. میخوای الان برم بیارم؟ آقای نمیخوام بگی بشی. بله من اگر بیا نگاه، این لیسانس داره، اینم دیپلم هست. فقط شما دو تا کودن اونجا نشستی که هیچ سوادی هم نداری. من اگر این گواهینامه 7002 رو نگیرم از همین سقف جفتتون رو آویزون میکنم. چشم چشم و کوف به کارتون برسید. باز کنی بخورم به مرد. شلی کن دیگه بابا. من نومد کشتن منو بسید. اونو به اون چت بازه رو بزن. کو؟ دنباله به یار خودمون میکنه. چت بازه رو بزن. اینا آها اینا رو اینجک این داشت. برو 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 ترکی ترکو برو. ای دخلی تو دیگه به من چی رفتی داری دیگه کشتن یارو. برو حمله کردن. برو ببخشید اینجا کجاست؟ خونه آقا شجاست. مگه اینجا پلاک دو نیست؟ یک یا دو؟ دو پس بادو. دنبالش بادو. میگم شما کدوم سلمانی میری؟ خیلی قشنگ موهاتو کوتاه کرد. عین این جوجه کلاغا که تازه تخمیان. سلام علیکم. سلام علیکم جناب آقای عنایتی. حال شما خوبه؟ خواهش می‌کنم بفرمایید. خوش گفت شو برو چهار تا شاهی برده بیا. بفرمایید اینجا. برو. بفرمایید. سلام آقای عنایتی. جناب آقای عنایتی هستن، نماینده ایزو 7002. اینا هم دامادای من هستن. اینم که منشیه. بله خوش با این آقایون آشنا شدم قبلا.
بله خیلی خوشبخت، خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. تقبل فرمودین. چی گفت؟ بنده خدمتون رسیدم که وضعیت شرکت منچول باف رو برای دریافت ایزو 7002 یه بررسی بکنم. بله. خیلی خوش آمدید. قدم رنجه بودید. خیلی خوش آمدید جناب آقای عنایتی. بنده در خدمتون هستم. خواهش میکنم.